این مطلب یکی از وحشتناکترین حقایق شورش 57 است. غیر قابل باور است، اما پس از قتل عام‌های دست جمعی وطن پرستان و نظامیان وفادار به شاهنشاه، دو نماینده انگلیس و آمریکا به سردخانه‌های شهدای وطن می‌رفتند تا مطمئن شوند نظامیان و فرماندهانی که در لیست بودند کشته شدند. همان شورشگران یا به اصطلاح انقلابیون در حال تایید هویت کشته شدگان برای این دو نفر هستند. دوریان مک‌گری از کارمندان و جاسوسان سازمان جاسوسی CIA آمریکا بود که به دستور شخصی کارتر در کنار خمینی قرار گرفت و برای ایجاد اختشاش با وی همکاری می نمود. او تسلط کامل به زبان فارسی داشت. مک‌گری دستورات CIA را به یزدی و نیصر و قطب‌زاده منتقل می کرد. از جمله اقدامات او می توان به شایعه مسموم کردن آب تهران برای ایجاد ترس بین مردم اشاره کرد. مک‌گری همچنین عامل غارت موزه ملی ایران سال 57 بود. او باعث شد بسیاری از آثار باستانی موزه ملی به خارج منتقل شود. 11 نفر از کارمندان موزه که در مقابل سرقت آثار باستانی مقاومت کردند، توسط مک‌گری و تیم قطب‌زاده شبانه اعدام گردیدند. این است عروسک گردانی غرب در کودتای آمریکا علیه شاه. پاینده ایران آزاد، جاوید شاه. از اون طرف اپوزیسیون ها، اپوزیسیون که تو داخل نظام نذاشتن که همه رو سر بریدن و کشتن. تو خارج اپوزیسیون خانوادگی ما نداریم. من اپوزیسیون فامیلیار رو رژیم جمهوری اسلامی خمینی پرید و اپوزیسیون فامیلیار رو 40 سال پیش نوشتم، که از 40 سال پیش نوشتم که با اپوزیسیون های فامیلیار یعنی خانوادی دو سه نفر و سه بقال نمیتونی تو به جایی برسی. اپوزیسیون باید قوی باشه، مقتدر باشه، تشکیلات داشته باشه، لابی داشته باشه تو جهان، پول داشته باشه تو جهان. هست داریم اپوزیسیون رو، ولی باید اصلاح بشه. و شما مردم باید تو صحنه باشین، شما باید بیان بیرون نرین تو خونه تا این رژیم میفته. شما باید... حالا سادات تازی شما فکر نه از هفت قط هفت قط دارن. بعد کارهای اطلاعاتی که کسی میکنه که نمیاد به تو بگه، که اگر تو یه کسی اطلاعاتیست بزنش نمیگه، وقت میاد به تو بگه. خب با چهره و روی مخفی میان، با لبخند میان، میان کنار من، میان کنار اون. اینا رو باید بفهمیم. سادات تازی سید که یارو هست، حزبی که هست، باباش، ننش، عمش، خالش هم حزبی بوده. این هم تا حالا نیومده بگه، اعلام بکنه که بگه آقا من نیستم با اینا. نیومده بگه. احمد کثرفی اومد گفت، علامه طباطبایی اومد گفت، آیت الله جزائری اومد گفت. اینا یکی نگفتن که سید بازیه که اینا میان اپوزیسیون و قلابی میشن، پول از عربستان سعودی میگیرن، جای دیگه میگیرن. آمریکا اگه پول میده، پولای مصادر شده، تحریم شده خود ماست که به اینا میده. 1 میلیون بهشون میده، 150 میلیون صورت حساب میذاره از پولای ما کم میکنه. بقیه پولا هم عربستان سعودیش که میده و کشورهای منطقه، عربای منطقه، همین کویت هم میده، بحرین هم میده، ولی با مدیریتون ها. بعد اینا خودشون هم نمیدن. تا من میگم میده میده، به من میگوزن آقا در سفارت ما بود که بندن اون یکی دیمین با آقا پول بده. لکه به شما که پول نمیدن، که این پول ها رو اول میدن به اونجه ها و اونجه ها تقسیم میکنن. اونجا به اول به قوه خیشه خودشون میدن و بعدی که به قوه خیشه خودشون دادن، پروژه باید داشته باشی، برنامه داشته باشی، دکون باید داشته باشی، حزب داشته باشی، بعد پیشینه داشته باشی، سابقه داشته باشی. یارو فکر باید بیاد بگه آقا ما داریم مبارزه بکنیم، ما یک ویدیو در رفته پرمیدیم. این هم که از پول دادن ها، این هم که اینجوری. حالا شما این میرو بیدت میگم که گول اینا رو نخون. سید باید خودشو بکنه از سیدی سیادن. شما آدم های اونجور که میگیم آدم های هنرمند من هست، مثلا آقای سید کریم، سید کریم عزیز یک هنرمندیه.